ظهور تو آقا شفای مادرتان، بیا ظهور تو آقا شفای مادرتان، صدای آمدنت بین کوچه ها پیچید، جمعه قبل از شهادت بی بی با همه جمعه های سال فرق داره، باید یه جور دیگه گریه کنیم، یه جوری گریه کنی امام زمان دلش یه خورده آرام بشه. یه جوری دیگه باید گریه کنی، اگه مدینه بودی چی جوری ناله میزدی؟ صدای آمدنت بین کوچه ها پیچید، آقا جان ببخشید، ببین به لرز فتاده صدای مادرتان. اگه میخوای جمعه صبح قبل از ندبه ناله بزنی با امام زمان، فقط بگو وای مادرم، وای مادرم، همینو بگی با آقات هم ناله شدی. قنوت امشب زهرا، قنوت امشب زهرا، تو را بهانه کند و یاس می چکد از ربنای مادرتان. آقا جانم میخوام یه حرفی بزنم، نمیخوام بدون نال ردشی، هر کی صدای ما رو میشنوه، هر کی پا سفره دعای ندبه نشسته، دلم میخواد این یه بیتو بعد با ناله، با ناله. مولا جان به حق، به حق چادر خاکی فاطمه برگرد. تا حالا اینجوری نگفته بودم آقا جان. به حق چادر خاکی فاطمه برگرد، که مستجاب بگردد دعای مادرتان. آی 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 آقا جان، شنیدم تو همه عمرش مادر شما برا خودش فقط یه دعا کرد، تو همه عمرش یه بار واسه خودش دست به دعا برداشت، نمیدونم این یه دعا با دل بچه‌هاش چی کار کرد. اول ندبه روزه بخونم؟ نه، اصلا همه یه دعا باید روزه باشه امروزه. تو 18 سال عمرش یه بار برا خودش دعا کرد، بچه‌هاشو دور بسترش جمع کرد، همه مستجاب الدعوان، همه اهل کسان، همه جزوه اونایی هم که دعاشون بی برو برگرد مستجابه، همه دستا رو بلند کردن، مادر میخواد برا خودش دعا کنه. بمیرم یه مرتبه دیدن یه صدای ضعیف و لرزانی میگه الهی عجل وفاتی سریع، خدایا دیگه مرگ زهرا رو برس. الله اکبر. همیشه فصل دلم فاطمیه،
جان سری نمیزنید بر عزای مادرتان. بیام بیام که جمعه قریب است و سرد و بی احساس. بیام که جمعه قریب است و سرد و بی احساس و ندبه می چکد از چشمهای مادرتان. آقا جان بیا بیا بیا، چقدر جمعه ها بیاییم و بریم صداد بزنیم، یه جمله بگم و دعا رو شروع کنم وقت گذشت. بیا به خاطر اون لحظه ای که مادرت بین در و دیوار قرار گرفت. بیا به خاطر اون لحظه ای که حتی علی رو صدا نزد. اجازه بدید من یه جمله عرض کنم، مریضا زیادن، ملتمسین دعا زیادن، بدون حاجت و بدون نیت این یه دقیقه رو گریه نکن. دختر تو زندگیش چند جا خیلی به مادر نیاز داره، اونایی که مادر از دست دادن، اونایی که سال قبل مادر داشتن الان دیگه بی مادرن. بی مادری سخته، خصوصا برا دختر. دختر چند جا به مادر نیاز شدید داره، خیلی حضور مادر محسوسه. یه جا شب عروسیه، میگن شب عروسی دختر باید مادر کنارش باشه. من برای این زهرا بمیرم شب عروسی شب مادر نداشت، اما به جای مادر پدر بود، سفارش مادر رو عمل کرد، ام سلمه رو نگه داشت، گفت تو به جای خدیجه مادری کن. بگذرم یه جمله بگم سریع آمادت کنم، آماده هستی؟ اما بدون عشق نریم سراغ دعا. یکی از جاهای دیگه ای که دختر به مادر نیاز داره موقعیه که میخواد وضع هم کنه، خصوصا اگه بچه از بین بره، یه ضربه روحی به مادر وارد میشه. من برای اون زهرایی بمیرم که بین در و دیوار نه مادر داشت نه پدر داشت، همه یه توانشو جمع کرد، صدا زد فز کجایی ببینی محسنمو کشدن. یه صدا و یه ناله دیگم زد، صدا زد پسرم مهدی کجایی مادر. حالا هر کجا نشستی ناله بزن، یا صاحب زمان، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم،
الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها فشرتوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء بهم فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبت وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا وبعض أولد من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كمن تجبته سيد من خلقت وصفوة من اصطفيت وأفضل من اجتبيت وأكرم من اعتمدت قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك
ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لهم أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربان وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا خوب مزد پیغمبر رو دادن، خوب جواب زحمتای رسول خدا رو دادن. کی باورش میشد دختر پیغمبر رو نیمه شب هفت نفر غریبانه بردارن؟ کی باورش میشد علی تنها کنار قبر؟ کی باور میکرد؟ فکانوهم السبیل الیک والمسلک الى رضوانک فلما انقضت ایام اقام ولیهم علی ابن ابی طالب صلواتک علیهما و آلهما هادیان اذ کان هو المنذر و لکل قوم هاد فقال الملأ امام من کنت مولا فعلیون جانم جانم من کنت کنت مولا اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصرم و خذل من خذلا وقال من كنت انا نبيه فعلي امير وقال انا بعلي من شجره واحده وسائر الناس من شجر شتى واهل له محلا هارون من موسى فقال له أنت مني
به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی و زوج ابنته سیدت نساء العالمین و اهل له من مسجده ما اهل له. علی جان چی داری میخوای زهرا رو بگیریم؟ یا رسول الله یه شمشیر دارم، یه اسب دارم، یه سپر دارم. صدا زد علی جان تو مرد جنگی، شمشیر و اسبت رو نگه دار، اما سپرت رو خرج عروسی زهرا کن. شاید پیغمبر میخواست بگه علی تا زهرا داری سپر نمیخوای، یه زهرا بهت میدم همه جا سپر بلاته، جانم به این زهرا، جگرم خون و دلم سر به گریبان علی است. یه درد دلی داره وسط دعا میگم حرفو زده باشم. جگرم خون و دلم سر به گریبان علی است. فاطمه داره میگه صبح هم در نظرم، شام غریبان علی است. گرچه با چاه کند درد دل خود ابراز، اما چاه هم بی خبر از غصه پنهان علی است. امان 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 از این علی و فاطمه، کجای عالم غریب تر از این زن و شوهر سراغ داریم؟ زود بگم و رد شم. سند قربت من، الله اکبر، هر کدوم از اینا یه سند قربت دارن. علی یه سند قربت داره، فاطمه هم یه سند قربت. سند قربت مولاست، سادات ببخشن امام زمان. سند قربت مولاست رخ نیلی من، سند من، سند قربت من سینه سوزان علی است. بارها دشمن اگر آید و دستم شکند، دست بشکسته من باز به دامان علی است. یه حرفی زده با مردم مدینه، اهل یثرب ز چه از گریه من خسته شدید، آخه دو سه روز دیگری فاطمه مهمانه. آیا 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 و اهل له من مسجده ما اهل لم و سد الابواب الا بابم ثم اودعه علمه و حکمته فقال انا مدینة العلم و علی بابا فمن اراد المدینة و الحکمه فلیأتها من بابها ثم قال انت اخی و وصی و وارثی لحمك من لحمی و دمك من دمی و سلمك سلمی و حربك حربی و الایمان مخالط لحمك و دمك كما خالط لحمی و دمی و انت غدا على الحوض خلیفتی و انت تقضی دینی و تنجز عداتی و شیعتو که علا منابرم نور
مبيضة وجوههم أولي في الجنة وهم جيراني فلولا أنت يا أليم لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعدهم هدى من الضلال ونورا من الأمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يهذو هذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وهنينية وغيرهن فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاستين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقتل مجتمعة على قطيعة رحم وإقصاء ولد إلا القليل ممن وفى لرآية الحق فيهم فقتل من قتل وسبيا وأغسي من أغسي وجرى القضاء لهم بما يرجى لهم حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله بعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعليم صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويئج هم باهم أين الحسن أين جانم جانم أين الحسن أين الحسن أين ابناء الحسين
صالح بعد صالح وصادق بعد صادق، أين السبيل بعد السبيل، أين الخيرة بعد الخيرة، أين الشموس الطالعة، أين الأقمار المنيرة، أين الأنجم الزاهرة، أين أعلام الدين وقواعد العلم، أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية، أين المعد لقطع دابر الظلمة، أين المنتظر لإقامة الأمت والإبج، أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان، أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن، أين المتخير لإعادة الملة والشريعة، أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده، أين مهيئ معالم الدين وأهله، أين قاسم شوكة المعتدين، أين هادم أبنية الشرك والنفاق، أين مبيد أهل الفسوق والإسيان والطغيان، أين حاسد فروع الغي والشقاق، أين طامس آثار الزيغ والهوى، أين قاطع حبائل الكذب والإفدراء، أين مبيد الأطاط والمردى، أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلهاد، أين مؤز الأولياء ومذل، أين جامع الكلمة على التقوى، أين باب الله الذي منه يؤتم، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء، أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى، أين مؤلف شمل الصلاح والرضا، أين الطالب بذهول الأنبياء وأبناء الأنبياء، أين الطالب بدم المقتول، کجاست اون آقایی که بیاد انتقام اون حسینی رو بگیرم که تو رحم مادرش میگفت عمل عطشان، کجای آقا بیای کربلا بریم روزه حسین برا ما بخونیم، شنیدم مادر دم رفتن روزه حسینشو برا علی خونده، شنیدم مادرت قبل از اینی که بره جمله آخرش رو به امیر المومنین صدا زد علی جان مراقب این حسین من باشه، این بچه من کربلاییه، این حسین منو بین دو نهر آب سر از بدنش جدا میکنن، هرچی صدا میزنه جیگرم داره میسوزه،
آی حسین. به 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 به. أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى؟ بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والهمم. يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء خوشبالونی که چشمش خیس اشک، این فرازها رو باید با عشق بگیم. یا ابن الهدات المهدین، یا ابن الخیارت المهذبین به زر فاطمه، یا ابن القطار فت الانجبین. شنیدم این روزا تو مدینه کسی به بابا دیگه سلام نمی کنه. یا ابن الاطائب المطهرین. شنیدم مادر در خونه تک تک مدینه رو زد، گفت بیاید علی من غریبه، آخ بمیرم برات مادر. يا ابن الخضار مت المنتجبين، يا ابن القماق مت الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضيئة، يا ابن الشهب الثاقبة، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابقات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين، يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. دنوان واقترابان من العلي الاعلى، ليت شعري اين استقرت بك النوام.
الان میدونم مدینه میدونم دور بستر مادر داریم این پروانه میچرخیم. خدا نکنه مادر آدم مریض بشه بیمار بشه، همه اهل خونه بیمار میشن، خصوصا اگه مادر جوون باشه، خصوصا اگه بچه کوچیک داشته باشه. وای 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 وای، خدا هیچ مردی رو به روز علی نندازه دیگه، چند روز دیگه علی باید یتیماشو بغل کنه. الله اکبر. یا صاحب الزمان سرت سلامت، بل ای ارض تقل که او ثرا ابرضوا او غیرها امضی تمام، عزیزون علیم ان ار الخلق ولا ترام. خیلی ها یه ماه دارن برا مادرت گریه میکنن، یعنی میشه تو این فاطمیه چشمای من تو رو ببینن. آقا جان آقا جان، ولا اسمع لک حسیسا ولا نجوا، عزیزون علیم انتهی تبک دونی البلوا، ولا ینالو کمنی ضجیجون ولا شکوا، به نفسی انت من مغیب لم یخلو منا، به نفسی اند من نازه ما نزه انم. وقتی میگم به نفسی اند، یاد او لحظه ای میفتم که زهرا جلو در مسجد ایستاد، یه نگاه کردید علی جلو منبر رو زمین، شمشیر برهنه بالا سرش گرفتن، هی میگفت نفسی لک الفدا یا ابوالحسن. مگه فاطمه نداری دستاتو بستن؟ مگه زهرا نداری شمشیر بالا سرت گرفتن؟ به نفسی ان من نازه ما نزه انا، به نفسی ان امنیت و شائقیت منا، من مومن و مومنت ذکرا فحنا، به نفسی ان من عقید غز لا یسام، به نفسی ان من اثیل مجد لا یجارا، به نفسی ان من تلاد نعم لا تضاها، به نفسی انت من نصیف شرف لا یصابا، الا متا احار فیک یا مولای و الا متا و ای خطاب اصف فیک و ای نجوام. عزیزون علیم ان اجاب دونک و انا آقام، عزیزون علیم ان ابکیک و یخذلک الوراب، عزیزون علیم ان یجری علیک دونهم ما جرام، هل من معین فأطیل معه الأبیل والبکام، هل من جزوء فأساعد جزعه اذا خل، هل قضیت عینون فساعدتها عینی علی القضا، هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا، هل یتصل یومنا منک بقدهی فنحظا، متا نرد و مناهل کرویت فنروام، متا ننتفع من عذب مائک
فقط طال الصدام متى نغادي كما نرى بهك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر تراب أترانا نهف بك وأنت تأم الملام وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وإقابا وأبرت الأطاة وجهدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك الأدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغيث يا غياثا عبيدك المبتلى وأرهي سيده يا شديد القوى وأزلنه به الأسى والجوام وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجع والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا اسمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومآذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد القصور وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البرر وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليهم صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدهذ به الباطل وأدل به أولياءك
و اذلل بهی اعدائک و سل اللهم بیننا و بینه وصلتن تو ادی الى مرافقت سلفم و جعلنا ممن یخذ بحجزتهم و یمکث فی ظلهم و اعنا الى تأدیت حقوقه الی و الاجتهاد فی طاعته و اجتناب معصیته و امنن علینا برضاه و هب لنا رافته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک و اجعل صلاتنا به مقبولا و ذنوبنا به مغفورا و دعاءنا به مستجابا و جعل ارزاقنا به مبسوطا و همومنا به مکفیا و حوائجنا و اقبل الینا بوجهک الکریم و اقبل تقربنا الیک و انظر الینا نظرتا رحیما نستکمل به الکرامت اندک ثم لا تصرفهم انا بجودک بسقنا من حوض جدهی صلى الله عليه وآله بكاسه وبيده رئيًا رويًا هنيئًا سائقًا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين یا فاطمه یا زهرا یا فاطمه یا زهرا یا فاطمه یا زهرا همه چند دقیقه ادب کنن دو زانو بشینن همه یا فاطمه یا زهرا این دو تا دست تو صبح جمعه قبل شهادت ای کوثر ولایت زهرا مرو ز دستم زهرا مرو ز دستم جانم هر کی حاجت داره ها بعد از دعای ندبه ای کوثر ولایت زهرا مرو ز دستم زهرا مرو ز دستم من بی تو مثل رکنه در هم شکسته هستم در هم شکسته هستم سرو خمیده من اول شهیده من اول شهیده من یا فاطمه یا زهرا یا فاطمه ماشاءالله یا فاطمه همه بگن یا فاطمه یا زهرا تو که تمام هستم امیر المؤمنینی بگو چه شد که گفتی یا فزت و خزینی بگو چه شد که گفتی یا فزت و میخوای گریه کنی وقتی مرا اسیره
دست عدو تو دیدی با پهلوی شکسته دنبال من دویدی با پهلوی شکسته حالا همه بلدن با من بگم دنبال هیدر می دوید دنبال همه روزه بخونن از سینش می گفت و با سوز جگر یبن الحسن حسن یبن یا فاطمه یا زهرا ماشاءالله یا فاطمه یا فاطمه یه بار دیگه همه سیدتنا و مولاتنا یا قرة عین الرسول دست تو بلند کن خیلی ها ملتمس دعان سفره مادر امام زمان مگه میشه مجلس عزا تو مهدیه بگیرن مادر نیاد دم در مگه میشه امام زمانی که صاحب عزاست نباشه مریضدارا ملتمسین دعا خیلی ها از گوشه کنار این کشور ملتمس دعا بودن خیلی ها الان گوشه بیمارستان ها دارن دعا رو میبینن و دست به دعا بلند کردن دست تو بلند کن به اون زهرایی که دیگه چیزی از عمرش نمونده اما یجیب جانم فرج امام زمان اما یجیب مضطر اذا دعا اما یجیب آمین جانانه اللهم اجل ولیک الفرح آقا و مولا و ملی نعمت ما برسان قلب نازنینش از ما راضی بفرما ما را جزو یاوران و سربازان و فداییاش قرار بده عشق ما سوز ما اخلاص ما محبت و معرفت و ولایتشون در دل ما بیفزای خدا ما را حسینی زنده بدار عاشورایی بمیران خدا به نام نامی بی بی دو عالم امام دو یادگار امام علما صلحا گذشتگان حقداران پدران و مادرانمون از این سفره بهره مند بفرما خدا ما را مدیون خون شهدا و میران خدا ما را پاسدار و حرمتشون قرار بده خدا به نام نامی بی بی دو عالم رهبرمون سلامت بدار بر عزت و اقتدار نظام شیعمون بیفزای مریضا منظورین ملتمسین دعا لباس عافیت به پوشان فراموش نکنن رفقا بعد از نماز جمعه من امروز بعد از مراسم و عجل فی فرج أين السبيل بعد السبيل؟ أين الخيارة بعد الخيارة؟
این الشموس الطالعه، این الاقمار المنیره، این الانجم الظاهره، این اعلام الدین و قواعد العلم، این بقیت الله، این بقیت الله، این بقیت الله التي لا تخلو من الاطره الهاديه، این معز الاولیاء و مذل الاعداء. بار دیگر در تابناکترین لحظه های صبحگاهی آدینه به آدینه ای سلام گفتیم که جمعه اش میخوانیم، میعاد ما با آن یار آدینه هاست. هر صبح آدینه زمزمه های واژه واژه دعای ندبه را فریاد میکنیم و هر غروب آدینه با دعای سماط این روز آسمانی را به انتها میرسانیم. سراسر یاد و ذکر و نام حضرت حق در گام های آخرین حجت خدا بر زمین، حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف. منتظران ظهور، گوارا باد شهد شیرین انتظار و مستدام باد این یاد و نام انتظار که در روح و جانتان موج می‌زند. چه زیباست در افق نام مهدی به قباسی پرداختن و چه بشکوه و ماندگار است نامش را، یادش را فریاد زدن. می‌دانم این بار با قلب‌های عاشقتان زیباتر از همیشه نامش را فریاد می‌دانم در کوچه پس کوچه های انتظار حاضرید، در جستجو هستید و جاده انتظار را نگاه می‌کنید. نامدگان و رفتگان از دو کرانه زمان سوی تو می‌دوند، هان ای تو در همیشه در میان. سوی تو می دوند هان ای تو همیشه در میان، در چمن تو می چرد آهوی دشت آسمان، گرد سر تو می پرد باز سپید کهکشان، گرد سر تو می پرد باز سپید کهکشان. قبول باشه مجموعی ارادت و عاشقی که به وجود نازنین حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف نشان دادید. به لحظه های پایانی برنامه منتظران ظهور میرسیم. همینجا سپاسگزارم از مجموعی پیامک هایی که ارسال میکنید. 918-755-25 شهرستان سر پل ذهاب گفتن که به حرم احمد ابن اسحاق هم بیاین، اونجا مراسم دعا رو برگزار بکنید. از نهاوند فرهنگ ساکی گفته که تشکر میکنیم از اجرای مراسم در نهاوند. و همینطور خیلی از عزیزان التماس دعا دارند، مریض دارند، گرفتار هستند و اینکه ما رو محرم راز خودتون میدانید. بسیاری از مطالب زندگی خودتون رو مطرح میکنید و از یک یک بینندگان عزیز و هموطنان عاشق مهدی علیه السلام التماس دعای خیر دارید. ما هم این التماس دعا رو اعلام میکنیم و منتقل میکنیم به همه منتظران ظهور. همین دوشنبه که در پیش داریم به مناسبت سالروز شهادت مظلومانه حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها در مهدیه تهران مراسمی از صبح تا ظهر برقرار هست، مراسم سوگواری. مداحان اهل بیت اونجا حاضر خواهند بود، خیلی مشتاقان آن حضرت و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حمید میرباقری. هفته آینده هم در آستانه سوم خرداد ماه 89 میریم استان مقاومت و ایثار، استان خوزستان و در شهرستان رام هرمز در کنار یادمان شهدای گمنام این شهرستان با سخنان علی ثمری و مداحی حاج صادق آهنگران با شما عزیزان همراه خواهیم بود. 30015 پیامک ما هست که میتونید با منتظران ظهور در تماس باشید. از همتون التماس دعا دارم
انشاءالله که پذیرا باشید. این همراهی و همدلی ما رو به خصوص از همکارانم در پخش تشکر میکنم و از یکی که دوستانی که در واحدهای سیار و فنی و همینطور گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه اول سیما ما رو همراهی کردند. تا دیداری دیگر و جمعه دوباره و زمزمه های یاد مهدی علیه السلام، بدرود. دست حق یارتان، التماس دعا. We'll be right back.